تا چند سال پیش دوک‌های نخت دسته شیفت کار می‌کردند و چرخ تولید از حرکت باز نمی‌ایستاد. هیچ کس فکر نمی‌کرد کارخانه‌ای با 1700 کارگر بعد از 35 سال که حرف اول را در تولید نخ فرش و کارتون در ایران و حتی خاورمیانه می‌زد، دوک‌های آن از حرکت باز خواهند ایستاد. 26 تن تولید نخ در روز به صفر برسد و شمار کارگران آن از 1700 به 285 نفر کاهش یابد. هیچ یک از کارگران نازنخ فکر نمی کردند در چشماندازشان احتیاج به نان شب و محروم کردن فرزندانشان از تحصیل قرار دارد و شتر فقر پشت درهایشان خوابیده است. اما رویای شوم با انتقال مالکیت این کارخانه به پاسداران تحت عنوان بخش خصوصی به تحقق پیوست و رئیس این کارخانه پاسداری به نام حاجی میری شد. سودجویی صاحبان جدید که به پشتوانه باتون نیروی انتظامی و سپاه این کارخانه را اتفاقاً به پادگان هم تبدیل کردند باعث شد تا چرخ تولید بخوابد و گروه گروه کارگران اخراج شوند. بسیاری از اموال کارخانه نازنخ به فروش رفته و حقوق کارگران ماها به تعویق افتاده است. هر بار هم که کارگران به اعتراض برخاستند، پاسداران با بیسیم و تجهیزات نظامی در این کارخانه جولان می‌دهند. اما کارگران کارخانه نازنخ عزمشان برای دستیابی به حقوقشان جزم است. روز یک شنبه 18 مهر حدود 150 نفر از کارگران کارخانه نازنخ قزوین برای چندمین بار به تهران آمدند و در برابر مقر پاسدار احمدی نژاد در خیابان پاسدار دست به اعتراض و تحصن زدند. کارگرانی که از 6 ماه تا 1 سال حقوقشان پرداخت نشده. یکی از کارگران گفت: به خدا قسم به نان شب محتاجیم. هیچ کس به حرف ما گوش نمی دهد. مسئولان این نظام حق ما را می خورند ولی دائم وعده می دهند. عید امسال برای کارگران نازنخ بدترین عید بود، چرا که کارخانه نازنخ بعد از 35 سال به طور کامل تعطیل شد و کابوس بیکاری به خصوص کارگرانی را که در آستانه بازنشستگی بودند فرا گرفت. در اینجا اخراج پاسخ هر اعتراضی است. صاحبان این کارخانه البته به بهانه ترمیم این اوضاع خراب و راه اندازی چرخهای کارخانه و دادن حقوق معوقه کارگران بارها وامهای میلیاردی از بانک گرفتند، اما آن وامها به جای راه اندازی تولید و زندگی کارگران خرج سرمایه گذاری برای واردات سودآور شده و باز هم حق کارگران پایمال گردیده است. کارگران نازنخ روز یک شنبه گفتند: ما از اعتراض کوتاه نخواهیم آمد.